ولادت امام رضا را در روز 11 ذی‌القعده سال 148 هجری قمری ذکر کردند و شهر طوس که امروزه به مشهد الرضا شهرت یافته محل دفن این امام بزرگوار است که در طول سال شاهد حضور خیلی مشتاقان زیارت آن حضرت از سر تا سر دنیا هستیم. حال و هوای این روز را همکارم در گزارش خود می‌بینیم. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بنا به قول مشهور در 11 ذی‌القعده 148 هجری قمری و در مدینه به دنیا آمده اند. پدر آن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و مادرشان نجم خاتون می باشند. نام آن حضرت علی و مشهورترین کنیه ایشان ابوالحسن است که ابوالحسن ثانی نیز گفته می شود. رضا نیز معروفترین لقب ایشان می باشد و ضامن آهو، امام رعوف، سامن الحجج و سامن الائمه، غریب الغربا، معین الضعفا، شمس الشموس، انیس النفوس، عالم آل محمد از دیگر القابی هستند که به آن شهرت دارند. یکی از القاب مشهور آن حضرت عالم آل محمد است، این لقب نشانگر ظهور علم و دانش امام رضا می باشد. جلسات مناظری متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خیش به ویژه علمای ادیان مختلف انجام دادند و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمدند. حدیث سلسله الذهب، حدیث قدسی منقول از امام رضا علیه السلام در باب توحید و شروط آن است. امام رضا این حدیث را هنگام عبور از نیشابور به طرف مرو بیان کردند. راویان این حدیث همگی امامان معصومند تا به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سرانجام به خدای متعال می رسد. به همین دلیل این حدیث را سلسله الذهب به معنای زنجیره زرین توصیف کردند. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در یکی از نشست‌های علمی در رابطه با وجوب نشر معارف اهل بیت علیهم السلام فرمودند از امام رضا علیه السلام روایتی نقل شده که رحم الله عبدا احیا امرنا، خدای رحمت کند بنده ای را که امر معارف ما را احیا کند، و زمانی که ابو سعد از چگونگی این مهم می پرسد چنین می شنود: یتعلم علومنا و یعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. علوم ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد که اگر مردم زیبایی های کلام ما را می دانستند از ما پیروی می کردند. لذا اگر طبق فرمایش امام رضا علیه السلام واقعیات دین به مردم برسد و آنچه که رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودند به مردم دنیا برسد و مردم دنیا از آن آگاه شوند، قطعاً پذیرای اسلام خواهند شد. معظم الله در ادامه تأکید فرمودند این اسلامی که غربی ها و برخی از مردم دنیا از آن نفرت پیدا کرده اند اسلام واقعی نیست، بلکه فقط نام آن اسلام است. لذا اگر اسلام واقعی به مردم دنیا برسد و اگر مردم دین را بشناسند و تاریخ اهل بیت علیهم السلام به آنان برسد، از دین اسلام و مسیر اهل بیت علیهم السلام پیروی می کنند.